وقتی برگشتم دیدم ماشینم نیست. ردگیری ماشین‌های دزدی. واقعاً اینا کجا میرن؟ بعضیشون هنوز هم پلاک اون شهری رو که ازش دزدیده شدن دارن. اینا دزدیده شدن و دیگه ما نمیتونیم اینا رو به کانادا برگردونیم. چرا انقدر دزدی ماشین ساده است؟ آیا اینو میشه فعال کرد؟ ماشین قشنگیه. شما میگین سال پیش اینجا اومده؟ ما در حال شکار ماشین‌های دست دوی خوب هستیم. و این جستجو ما رو به غرب آفریقا کشوند. و این شکار ما رو به کشور نیجریا و شهر لاگوس و این پمپ بنزین آورد. تمام مدارک این ماشین همه درست هستن. ماشینی که ما دنبالش هستیم نه تنها دست دوم هم دست دوم دزدی هستن. اینها از فروشگاه‌های بزرگ، مرکزهای خرید در اونتاریو و کبک دزدیده شدند. این ماشین کی به نیجریه اومد؟ ماه دسامبر اونو اینجا آوردن. ما مامورای مخفی خودمونو فرستادیم اونجا. ببینیم چه خبره. با چند تا سرنخ مطمئن زیاد وقت نبرد و اونو پیدا کردیم. این ماشین رو نگاه کنین. بیایم ببینیم شماره شاسیش چنده. با این شماره روی اینترنت میتونیم بگردیم ببینیم آیا این ماشین دزدیده شده یا نه. نتیجه این که بله، این دزدیده شده. درست مثل این هوندا CRV. این هم از کانادا دزدیده شده. هنوز برچسب فروشنده کانادایی اون روشه. این فورد F-150 هم دزدیده شده. این لکسوس چی؟ آیا فکر میکنین اینم دزدیده شده؟ همونطور که میبینین هنوز پلاک اونتاریوش روشه. اگه با شماره شاسیش دنبالش بگردیم میبینیم بله دزدیده شده. چطور این ماشین ها سر از نیجریا در میارن؟ و این داستانیه که شبی در گوشه کناری از کانادا شروع میشه. ساعت 2:49 صبح غرب تورنتو و دزدا با ماشین به محل سرقت میان. تعریف کنید، بگید از کجا شروع شد این ماجرا؟ پنجشنبه شب بود. من و پسرم در خواب بودیم. روی صفحه کامپیوتر ما داریم زمانی رو که دزدا اومدن لکسوس 2020 رو دزدیدن نگاه میکنیم. اول من دوربین حفاظتی رو نگاه کردم. وقتی توی اون موقع شب توی دوربین داریم میبینیم ماشینتون رو دارن میدزدن شوکه میشین. همونطور که داریم میبینیم دزدا دارن رو ماشین کار میکنن. داریم میبینیم دزدا در ماشین رو باز کردن و الان توشن. یکی از دزدا قبل از اینکه وارد ماشین بشه با داشبورد یه کارایی میکنه. بعد از 20 ثانیه در ماشین رو باز میکنه و یه چیزی میذاره دم در. اگه درست نگاه بکنین قفل فرمون بود. پرسجو کرده بودم که بهتر همیشه یه قفل فرمون داشته باشیم. من برای همین یه قفل فرمون گرفته بودم. لااقل اینجوری خیالم راحت تر بود. ولی داریم میبینیم که فایده نداشت. 20 دقیقه طول کشید. بعد از 20 دقیقه چراغای ماشین روشن شد و ماشین رو استارت زدن. همونطوری که میبینید ماشین رو دزدیدن. عکس‌العمل شما چجوری بود وقتی اینو داشتین میدیدین؟ همون جوری که داشتم نگاه میکردم و در شوک بودم و خودم میپرسم خب حالا چیکار کنم؟ صاحبان ماشین های کانادایی این همین خانم وقتی چششون رو باز میکنن میبینن ماشینشون رو دارن میدوزن. تنها چیزی که باسشون میمونه همین تصویریه که دوربین براشون ضبط کرده. تخمین زدن یک ماشین در هر 6 دقیقه دزدیده میشه و این معادل 1 میلیارد دلار در سال است.
هر روز داریم یه جایی میخونیم که یه نفر یه جا ماشینش دزدیده شده. بعضی وقتا هم حتی سه یا چهار ماشین در یک شب. و این یه داستان نیست، یه اتفاق واقعیه. چطوری ممکنه یه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ و این خانم هم داستان خودش رو تعریف میکنه. میگه که ماشینش رو که یه هوندا است برداشت که بره سفارشش رو تحویل بگیره. میگه اومده بیرون، ماشین رو درست پارک کرده، قفل کرده و رفت. حدود 20 دقیقه طول کشیده که بره سفارشش رو از فروشگاه بگیره و برگرده. ولی وقتی برگشتم دیدم از ماشین خبری نیست. جاش خالی بود ولی خودش دیگه نبود. مقداری این برنامه رو نگاه کردم، بالا و پایین نگاه کردم ولی اثری ازش ندیدم. من فکر میکردم این پارکینگ مطمئنه ولی دارم میبینم که نیست. فکر میکردم که یه نفر داره این ماشینا رو از یه جایی نگاه میکنه ولی اینطوری نیست. خب ما میایم اینجا نشون میدیم که چطور ممکنه اینقدر ساده باشه که ماشین رو بدزدن. از این خانم دعوت کردیم که با ماشین جدیدش که شرکت بیمه به اون داده بیاد اینجا و ما اینو بهش نشون بدیم. در این گاراژ ما آقای یاسر رو داریم و آقای مصطفی رو. ما آقای یاسر و آقای مصطفی رو اینجا آوردیم که به شما نشون بدیم که چقدر راحت میشه در هر ماشین رو باز بکنیم. درست نگاه بکنیم. من کلید این ماشین رو دارم، درش رو قفل میکنم. خب الان شروع میشه. شما برین در رو باز بکنین و این ماشین رو بدزدین جلوی چشم ما. و اونم با ابزار مخصوصی که برای ماشین ها داره شروع میکنه کارشو. همطوری که دیدیم 10 ثانیه بیشتر طول نکشید در ماشین رو باز کرد. خب حالا قسمت بعد. مصطفی برای اینکه کارش رو بتونه ادامه بده یه دونه جعبه رو میاره که میگه روی اینترنت با $1000 اونو خریده و همه میتونن بخرن. این جعبه همونیه که برای دیاگنوستیک کار از اون استفاده میشه. همه تعمیرکارا هم از اون استفاده میکنن. یک دونه پریز داره اون زیر که ما اینو به اون وصل میکنیم. اول میره کد امنیتی ماشین رو پیدا میکنه، بعد یه دونه کلید داره که این کلید حافظش خالیه و با همین دستگاه اون کلید جدید رو با کد جدید برنامه ریزی میکنه. همینطوری که دیدین کمتر از 1 دقیقه طول کشید که با این دستگاه دیاگنوستیک تونست کد ماشین رو پیدا کنه و یک کلید جدید رو برای ماشین درست بکنه. ترسناکه این وضعیت. و اینم یه فیلم دیگه از یه دزدی دیگه که با یک دستگاهی یکی از دزدان میاد و سیگنال کلیدی رو که صاحب ماشین در خونه داره تقویت میکنه که به این سیگنال به ماشین میرسه و ماشین فکر میکنه که صاحب ماشین نزدیکشه، برای همین درها رو باز میکنه و اون یکی دزد از فرصت استفاده میکنه و میره ماشین رو میدزده. ببینم شما الان میتونید این ماشین رو دوباره بدزدین؟ خب ما ماشین رو قفل میکنیم، ماشین این خانمه که تازه ها برده و مصطفی میاد اینجا به ما نشون میده که چجوری میشه دوباره این رو دزدید. و این عملیات برای اولین بار در سال 2021 روی یه هوندا CR-V داره پیاده میشه. این هوندا CR-V مال 2021ه ولی خیلی خیلی اون رو در کانادا میدزدن. و جلوی این چشمای این خانم مصطفی در ماشین رو باز کرد و ماشین جدیدش رو روشن کرد.
این ماشین جدید شما بود خانم که داره دزدیده میشه جلوی چشمات؟ چه احساسی دارین که ماشین شما جلوی چشماتون داره از گاراژ خارج میشه؟ ماشین قدیمیش هم همین بود و همین جوری دزدیده شد. این دومین ماشین شما بود امسال. چه احساسی دارین؟ میگه نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم چطور ماشینمو محافظت کنم. خانم شما فکر میکنین چه کسی مسئول حفاظت اموال شماست؟ من فکر میکنم سازنده ماشین ها هستن که مسئول این مسئله هستن. اونها هستن که باید یه ماشین مطمئن به ما تحویل بدن. دزدای واقعی میدونن چی میخوان، میدونن از کجا وردارن. در حال حاضر من با این هوندایی که همه دزدا دنبالش هستن دارم رانندگی میکنم و توی منطقه ای که از اون منطقه خیلی از این ماشین ها دزدیده شده. میپرسین از کجا میدونم؟ برای اینکه تمام این داده ها در وزارت حمل و نقل اونتاریو وجود داره. از هر 10 تا لکسوس یکشون دزدیده شده. ماشینای دیگه که دزدا ترجیح میدن به ترتیب شماره اینجاست. Sometimes police get in the way. Play safe and البته پلیس هم حرف خودش رو میزنه، میگه که مواظب باشین، احتیاط کنین. اینها رقم های بالایی هستن. و حالا قسمت بعدی در بازار خرید و فروش. شما هم اگه همچین داستانی دارین میتونین از راه توییتر و فیسبوک به ما اطلاع بدین. اینجا ما با پلیس تورنتو هستیم، پلیسی که مخصوص ماشین‌های دزدیده شده است. امروز صبح یکی از روزهای هفته است، هنگامی که یک گروهی از آنها به مأموریت فرستاده میشن و مسئول گروه در حال دادن دستور عمل است. بسیاری از این پلیس‌ها پلیس‌های مخفی هم بودند. برای همین است که ما صورت اونها رو پوشوندیم. چندین ماه تحقیق و بررسی آنها را امروز دور هم اینجا جمع کرده و بعد از کار امروزشون 300 کار جنایی دیگه منتظرشونه که باید انجام بدن. و الان پلیس ها دارن از عملیات خودشون برمیگردن و ما در آخر عملیات اونها گزارش خودمون رو ادامه میدیم. امروز فقط بیشتر از 200 تا ماشین دزدی رو اینا تونستن جمع آوری کنن. جمع تقریبی مبلغ اونها حدود 11 میلیون دلار میشه. در داخل ماشین های دزدی وسایل مردم هستن که اونها هم دزدیده شدن. یک هفته بعد برگشتیم و ببینید چی شکار کردن. همونطور که میبینید یه هوندای CRV دیگه است. همونطور که میبینید پلاک ماشین هم روشه و اونایش سعی نکردن که این ماشین رو تغییری بدن. این اولین بار نیست که پلیس یه همچی چیزایی رو کشف میکنه. معمولا اونهایی که اینا رو میدوزن دنبال زحمت کم و درآمد زیاد هستن. از پلیس میپرسم چقدر طول میکشه که کلن این ماشین رو بدوزن و بزننش توی این کانتینر و قرار بشه اونو با کشتی بفرستن کشور دیگه. پلیس جواب میده، میگه ممکنه از 1 ساعت تا 24 ساعت طول بکشه. از پلیس میپرسم که این ماشین کجا بود موقعی که شما این رو پیداش کردین؟ اون جواب میده که
توی کانتینر بود و در بندر مونترال منتظر این بود که کشتی بیاد و ببردش، که مقصد اون کشتی هم غرب آفریقا بوده. با اینجور ماشین ها این دوست ها بین 80 تا 90 هزار دلار گیرشون میاد. وقتی ما فیلم های خودمون رو که توسط ماموران خودمون گرفته بودیم به مامور پلیس نشون دادیم، اون گفت من اصلا تعجب نمی کنم که یه همچین چیزهایی همه جا هست. و او ادامه داد و گفت که این ماشین هایی که کارشون به غرب آفریقا کشیده میشه دیگه راه برگشتی ندارن و همونجا میمونن و ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما گفتگوی داریم با آقای پیر در نیجریا. ایشون با ما همکاری کردن که بتونیم گزارشمون رو کامل کنیم. این اسم مستعاری است که ایشون برای خودش انتخاب کرده و تصویرش هم ما نشون نمیدیم برای اینکه از اون انتقام نگیرن. خب آقای پیر، به ما بگین که واقعاً همچین بازاری در کشور شما نیجریه وجود داره و مردم همه هم میدونن و استفاده میکنن؟ آقای پیر جواب میده، میگه بله همچین بازاری وجود داره و هیچ مسئله‌ای کسی نداره با اینکه بخواد بیاد یه همچین ماشینی رو اینجا بخره و ازش استفاده کنه. فروشنده‌های ماشین‌های دزدی اینجا حتی سایت‌های اینترنت هم دارن. ماشین همونجوری که هست با همون پلاکش روی سایت گذاشته میشه و مردم هم میان میخرن. حتی اونها شماره یه سری ماشین رو و سندهای ماشین رو هم نشون میدن روی سایت اینترنتشون. بازار ماشین های فروشی در نیجریا از این بندر شروع میشه. اسمش هست تین کین آیلند. ماشین های دزدی با این کشتی بزرگ میان تو این بندر و بدون هیچ مسئله ترخیص میشن. آقای پیر در نیجریا به ما میگه که کشور نیجریا کشور فقیری است، ولی خیلی ها هستن اونجا که پول هم دارند. زیاد توجهی نمی کنند که اگر این ماشین دزدی بوده یا نبوده، اون رو میخرن و زیاد برشون مورد توجه نیست. و ما میدونیم این لکسوسی که شما دارین میبینین الان دزدیده شده. اسم این سایت هست gg.neg. وقتی قیمتش رو نگاه میکنیم 28 میلیون پول نیجریه که برابر 85 هزار دلار کانادایی است. حتی از قیمت فروش این ماشین در کانادا هم بالاتره. خب ما گزارشمون ادامه میدیم و دنبال جوابهای بیشتری هستیم. از پلیس میپرسم، میگم که اگر شما که پلیس هستین منو ببینین که پشت یه ماشین دزدی نشستم و دارم رانندگی میکنم، عکس العملتون چیه؟ تمامی ماشین های دزدیده شده در کانادا سر از کشور نیجریه در نمیارن. تعدادشون توی همون کانادا به فروش میرسن. مکان هایی در کانادا وجود داره که شماره شاسی ماشین رو عوض میکنن و برای اون یه شماره شاسی جدید درست میکنن و پلیس ما رو به اونجا برد. پلیس از من میخواد که شیشه جلوی ماشین رو با هم ورداریم. خب در اینجا همینطوری که دارید میبینید خیلی راحت یه تیک کاغذ برداشتن گذاشتن رو شماره اصلی ماشین و اون رو به شما میفروشن و شماره اصلی ماشین هم برای جنایت های دیگه استفاده میشه. فروش اسلحه، فروش مواد مخدر و چیزهایی از این قبیل. خب از پلیس میپرسم، میگم که شما که پلیس هستین الان منو با این ماشینی ببینید که دزدیده شده، ولی من خودم نمیدونم که این دزدیه چه اتفاقی میفته. پلیس در جواب میگه بله، ما این ماشین رو به عنوان ماشین دزدی میگیریم و شما به عنوان خریدار پولتون رو از دست میدین چون شما این ماشین دزدی خریدین و شما هم که این ماشین دزدی رو رانندگی میکردین و حتی نمیدونستین هم جریمه خواهید شد. پلیس میگه که
شتاب سازنده های ماشین ها هم میتونن کاری انجام بدن، ولی اونها هم سود خودشون رو نگاه میکنن، میبینن ماشین هایی که فروختن بیشتره، یه سریشون هم دزدیده شدن و مالک ماشین مجبوره بره دوباره از اول ماشین بخره و سود میکنن. و حتی اونها در فروش لوازم یدکی هم سود میکنن. البته بعضی از سازنده های ماشین هم قدم هایی رو برداشتن، درست مثل تلفن موبایل شما یا کارت بانکیتون که 2 دفعه احتیاج داره که تایید بکنید، یه همچین چیزی رو روی ماشین های خودشون گذاشتن، مثل اثر انگشت شما یا اینکه شناسایی توسط کامرا، شناسایی چهره. ما به سراغ بعضی از این سازنده های خودرو هم رفتیم و از اونا این سوال هم پرسیدیم که آیا شما کاری کردین برای اینکه ماشینتون دزدیده نشه؟ اونا هم در جواب میگن بله، ما خبر داریم و داریم کارهایی انجام میدیم. خب در اینجا خانم ناتالی رو داریم که پلیس ماشینش رو پیدا کرده و به ما نشون میده که چه اتفاقی توی این مدت برای ماشینش افتاده. چند عکس از ماشینش به ما نشون میده که قسمت‌های داخلش، تمام قطعاتش دزدیده شدن. در پایان گزارشمون از پلیس خواستیم که خب نصیحتایی که داره به ما بکنه. و ایشون هم گفتش که قفل فرمون بزنیم و سعی کنید ماشینتون رو در جایی بذارید که مطمئن بشید که اونو نمی‌دزدن. چون اونا کاری از دستشون بر نمیاد. این خودتون هستین که باید از ماشینتون مراقبت کنید. اگر اطلاعات بیشتری میخواید در مورد ماشین های دزدیده شده در کانادا، این سایت ما هست. میتونین به اونجا یه سری بزنید.